خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خانم رشوند عزیز، احوال شما؟ رشوند 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 آمد. من بله همش یک اشتباهاتی کردم سر اسامی مهندسی، مثلا اویونیکو چی بگم؟ خوب گفتم، برای طرف گفتم اویونیک، بعد بند خدا رو کدومم نیاورد، گفت والا اویونیک مثلا تو صحبتش، بعد من ریختم هم گفتم. شما خانم رشوند، من اینا رو ادیت نمی کنم که آب خودم بره درس بزن. خانم رشوند عزیز، خودتون رو برای ما معرفی بکنید، ما شما رو بشناسید. سلام، من رشوند هستم، دانشجوی ترم دو شیمی محض دانشگاه تهران. اه خب، پس تازه کاری. بله، ولی خب اطلاعاتم زیاده. مهم همونه. روزنامه نگاری هم ترم دوی داشتیم، مثلا بحث ترم دارم، بیشتر بحث علاقه واسم مطرحه توی رشته. خب، در مورد رشته جذاب شیمی محض بیم صحبت کنیم، که رشته شیمی محض اصلا چی هست، چه فرقی با شیمی کاربردی داره؟ مثلا سوال اصلی اول تفاوتش قدیما خیلی بیشتر بود، برای اینکه خب مثلا بچه ها بیشتر تا کارشناسی میرفتن جلو و بعد وارد بازار کار می‌شدن، برای همین مثلا اونجا تفاوتش بیشتر بهش میومد، میگفتن که برای کاربردی‌ها بیشتر کاره، چون در واقع یکم زیرشاخه‌های مهندسی هستن و بهش ارتباط دارن، برای همین. ولی خب الان چون بیشتر وارد تحصیلات تکمیلی میشن بچه‌ها، اونقدر تفاوت چشمگیری نداره و کلا تفاوتشون توی 17 واحد درس اختصاصیه و به این صورت. خب اصلا شیمی محض چی هست؟ چه مفهومی رو میخواد به ما برسونه و چه درسایی، حالا اون درسای تخصصی، درسای چرا نه علوم پایه یا خورده مثلا اینکه چیزاشون فرق میکنه، درس عمومیشون هم فرق میکنه به جز گروه معارف و این، از درساتون هم بگید. از درساتون هم بگید. ما اولش توی دو ترم اول تقریبا مثل دبیرستانه، یعنی ما شیمی عمومی داریم که مثل شیمی همون دبیرستانیه که خوندیم، ریاضی داریم، فیزیک داریم و آزمایشگاه های شیمی و فیزیک داریم که اونام تقریبا همون خلاصه درسایی که توی دبیرستان خونیم و حالا یه سریاشو به صورت عملی یاد میگیریم و توی آزمایشگاه و اینکه تئوریش هم که توی دانشگاه یاد میگیریم یکم هم حالا پیشرفته تر از چیزی که توی دبیرستان بوده. بعد حالا به تدریج وارد میشیم به شیمی عالی، روش سنتز عالی هست، تیسنجی مولکولی و اینها. بعد وارد شیمی تجزیه میشیم که الکتروشیمی، اسپکتروسکوپی، روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی رو توش میخونیم. شیمی معدنی که راجع به عناصر جدول تناوبی، شیمی فیزیک که راجع به ترمودینامیک، شیمی کوانتوم، سینتیک که شیمیایی پیشرفته است. دیگه ریاضی در شیمی داریم و مثلا کاربردیا اصول تصفیه و پسوهای صنعتی دارن. دیگه ما شناسایی ترکیبات عالی رو داریم، شیمی پلیمر داریم، نانوشیمی داریم، شیمی سبز و محیط زیست داریم، شیمی آرایشی بهداشتی داریم که یه درس اختیاری مونه. دیگه روش‌های جداسازی داریم توی شیمی تجزیه باد که حالا مثلا خیلی گرایشش حالا مثلا جوری میره جلوتر و پیشرفته تر میشه. و حالا خوردگی فلزات هم یه درسی بودش که داشتیم و کلا تو روز اختیاری که هستش گفتم شیمیای محض کمتر واحد میخونن از شیمیای کاربردی، ولی میتونن به صورت اختیاری واحدهای شیمی کاربردی هم بخونن، ولی همین میگم خیلی تفاوت خاصی ندارن. خب قشنگ شد. من اینو بپرسم قبل اینکه اصلا زفت هم بکنیم، صحبت کردیم با هم دیگه که کلن آقا، قبل اینو دارم پیش زمینه میپرسم، بحث بازار کار بعدشه، این هستش که چرا علوم پایه اینقدر فرق میکنه؟ چرا اصلا خودتون واسه چی رفتید علوم پایه؟ من خودم از بچگی کلن اینجوری نبودم که بگم من هستم میخوام شیمی بخونم، نه من اینطوری بودم که من هستم خواهم پزشکی بخونم، بعد نشد رفتم شیمی و کل ترم یک شیمی هم اینطوری بودم که من میخوام اصلا انصراف بدم، من نمیخوام شیمی بمونم. ولی تقریبا یکم که رشد شد دیدم که نه اصلا من شیمی رو دوست دارم، یعنی اینکه دوست ندارم یه آدمی باشم که مصرف کننده باشم، دوست دارم یه چیزی تولید کنم، یه چیزی به این جهان اضافه کنم. مثلا خوره اینم که بشینم مثلا 12 ساعت بی‌وقفه مطالعه کنم، بیام یه عالم فکر کنم راجع به این که الان
چقدر مثلا چه میدونم چجوری یه سری ماده رو ریختیم، چجوری اینا رو اصلا دیگه جدا کنیم، بیام 2 ساعت راجبش فکر کنم، 3 ساعت فکر کنم، بدون اینکه اصلا متوجه گذر زمان بشم که الان چه روشی من باید به کار بگیرم که اینا با هم جدا بشن، چیکار کنم رسوب بداره. اینا واقعا چیزایی بود که به تدریج مثلا داشت یه ترم یک آشنا شدم و دیدم نه واقعا علاقه دارم به شیمی و برای همین توش موندم. اصلا کلا اینو آقای ظریفی اگه اشتباه نکنم بود اسمش، آقا امید، از بچه فیزیک شریف من برای رشته فیزیک داشتم با ایشون مذاکره می که به معنای واقعی کلمه داشتم مذاکره میکردم که بیان، آخرش هم یه بنده خود دیگر رو معرفی کردن. ایشون به من گفت که بچه‌ای که میان علوم پایه، ای کاش اینو از زودتر میفهمم چون دیروز با آمار ضبط کردم و ای کاش از اونجا من میدونستم آمار، حتی آره دیگه به جز زمین شناسی خیلی وقت پیش ثبت شد ولی آمار نزدیکترین رشته علوم پایه بود. ایشون گفتش که بچه علوم پایه، کسی که میاد علوم پایه دنبال فهمیدن مثلا طرف سیاه چاله خونده، راجب سیاه چاله کنجکاوه، میاد فیزیک که بفهمه سیاه چاله چیه، یعنی یه سری کنجکاوی خیلی عمیقی دارن نسبت به مسائل. قاعدتا شیمی محض هم همینه دیگه، رشته علوم پایه. شما هم فکر کنم همین باشید. بله. ای کاش من میتونم، اگه در جهانی موازی من فکر کنم رفتم شیمی خوندم، چون من از بچه خیلی دوست داشتم. اصلا مامانم آسی بود، من بچه بودم، اصلا 4 سالم و 5 سالم بود، وسایل خونه رو قاطی میکردم با هم دیگه ببینم چی میشه. وای تکس رو میره. من فقط موندم. آزمایش خیلی مهمه. من موندم چون زندم که تا الان، یعنی تو اون دوران نشد که من جوشش چیه؟ وای تکس رو با چی قاطی میکنن؟ یادم رفت. که گاز کلور میده. من چجوری این کار نکنید. من چجوری این کار نکردم؟ از خودم سواله. خودم رو نکشتم دستی دستی. خب بریم سراغ بحث. اینو جواب ندید، من پرسیدم. اصلا چرا محض؟ اسم کلمه محض واسه چیه؟ محض به خاطر اینه که کسایی که شیمی کاربردیان یه ارتباطی با شیمی مهندسی دارن، یعنی در واقع با مهندسی دارن، برای اینکه میان، حالا باز در ادامه بیشتر توضیح میدم، یه رابطی‌اند بین اون کسایی که محققن و یه چیزی به زبان شیمی دارن، اینو شیمی کاربردی میاد زبانشون رو به زبان مهندسی ترجمه میکنه و میده به مهندسا برای اینکه مثلا توی کارخونه ها و اینا بتونن ترجمه‌اش رو کنن استفاده کنن. شیمی محض واردش میشه، مثلا میره وارد علم نانو میشه، میره وارد علم شیمی داروی میشه، اینا رو بیشتر شیمی محضا میخونن، بعد وارد خود چیز میشن، اینا بیشتر به تحقیقات علاقه دارن و اینطوریه که بهش میگن شیمی محض. آقا نانو خیلی خوبه، شیمی نانو خیلی جذابه، هر کی علاقه من به تحقیقات بره نانو، مثلا تعارف ندارم من. حالا بریم سراغ بحث بازار کار. بازار کار رشته شیمی، حالا اینجوری که میگید خیلی فرقی ندارن، من امروز چهارشنبه است، بله، جمعه با شیمی کاربردی هم ضبط دارم، حالا اونجا هم صحبت بکنم ببینم چی میگم. فرق شیمی کاربردی ممکنه که بگم فرق داره، ولی فرق. خب مثلا تو دانشگاه ما فرق نداره، ما جفتمون کاربردی مستر یک کلاس داریم میشینیم و همه چیمون یکیه. حالا مثلا این این که حالا آره یعنی فرق نداره، مقایسه خود اساتیدمون هم میگفتن که شاید در آینده نزدیک اصلا شیمی بنویسیم، یعنی شیمی تهران محض کاربردی اصلا جدا نکنیم، مثل ریاضیات بشه، ریاضیات هم چه این کار کردن. وضعیت بازار کار رشته شیمی حالا ما بگیم چطوره؟ بله، شما با مدرک کارشناسی شیمی و سواد من آره شیمی که حالا بیشتر آشنا بشیم بعد وارد شیشو. اگه کسی که حالا کارشناسی باشه میتونه وارد کنترل کیفیت یه سری بله بله لگ داشتیم، اصلا صحبتون دیر رسید به من. شما یه دور بگید، تکرار کنید چیزی که گفتین رو، بعد من سوالم دور تکرار کنم. کسی که الان با کجا شرکت کردم نه آخرین جمله که گفتی چی بود؟ چون سری رد شد. باشه، کسی که کارشناسی باشه میتونه وارد کنترل کیفیت یه سری کارخونه ها بشه و اونجا مشغول به کار بشه. حالا میتونه کارخونه باشه برای آرایشی بهداشتی، کارخونه های دارویی باشه، یا
صنایع غذایی باشه یا خیلی چیزای دیگه، چون خیلی یه شیمی یه درس مادریه، علم مادریه که خیلی چیزای دیگر رو پوشش میده و انواع کارخونه ها میتونن و برن و کارخونه ها میتونن. ولی حالا وقتی که بیشتر تحصیلاتشون رو ادامه میدن میتونن ریسرچر بشن، میتونن وارد بخش آرندی کارخونه ها بشن، یعنی ریسرچ اند دیولپمنت، که میان مثلا یه فناوری جدیدی توی اون محصولات کارخونه ایجاد میکنن یا یه نیاز جدید ایجاد میکنن. مثلا میگن ما چیکار بکنیم که این لباس که حالا مثلا انداختیمش با این پودر ماشین لباس شویی شستیمش، اون بوی خوبش برای مدت طولانی تری بمونه. اینو مثلا این بچه ها انجام میدن و حالا گفتم شیمی کاربردی میاد کار این بچه ها رو به زبان مهندسی برای مثلا مهندسی شیمی، مثلا انواع مهندسی ها ترجمه میکنه. البته فکر کنم بیشترین حجم بازار کار بچه های شیمی، حالا تصویت تکنیکی بخوام بگیم که وارد آرندی میشه، همون آرندیه. فکر نکنم مثلا کنترل کیفی خیلی نیست به اون صورت. نه اتفاقا برای کنترل کیفی بیشتر برای بچه‌ای که کارشناسی هم بچه تحصیل تکمیلی هم وارد بخش آرندی میشن. اصلا از نظر حجم بازار میگم، چون یه کارخونه مگه چند تا کنترل کیفی نیاز داره؟ بله دارد. حالا یه سری هم که کلا وارد بحث تدریس میشن، اینا هم حالا هستش دیگه. پس حجم اکثر بازار کار میره سمت آرندی شرکت بهداشتی، دارویی، دارویی که یه چیز حیولایی هست. من خودم یادمه به یک بچه ارشدمون، ارشد بیوتک بود، من کارشناسی بودم، ایشون روی یه ژلی داشت کار میکرد، ژل ترمیم اسکار بود، ترمیم جای زخم، اسکارای عمیق، اینا که فیبروتیک میشن، فیبروزه میشن، و با استمسل هم کار میکردیم. یعنی اصلا بخش شیمی فکر کنم اون ساخت بدن اون ژل میشه، بدن پماده میشه و حالا استمسله یه بخش دیگه است. خیلی ارتباط فکر کنم نزدیکی باید داشته باشید شما با رشته های در واقع بیوتکنولوژی و میشه گفت با اون بر میشه دیگه، یعنی توی یه جایی احساس حالا علوم پایه ها همشون به هم دیگه ارتباط داره، یعنی واقعا سانت که میرید وارد بحثش میشید، وارد دلش میشید، میبینید که خیلی به هم نزدیکن و کنار هم هن که حالا کار رو میتونن تکمیل بکنن توی کارخونه ها و جاهای دیگه. دیروز تو آمار صحبت اینو کردیم، گفتیم که بچه علوم پایه ایج آف ساینس هن به طور کامل، بعد توی کشورهای توسعه یافته رشته های مهم اینان، و حالا من اینو اینجا اضافه میکنم به علاوه یه سری رشته های تاپ علوم انسانی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی که برای تو مملکت اینا اهمیت داره، مثلا تو جامعه توسعه یافته یه خورده پایین‌تره به نسبت مثلا جامعه شناسی که مثلا مدرسک بشه، مثلا علوم سیاسی خیلی مهمه اونور، ولی اینجا برعکس کاملا، اینجا علوم پایه چون اینجا بیشتر مصرف کننده اهمیت داره، نه به تولید کننده. سخن تکبیر رو اینجا باید گفت. امروز سر همین موضوع من داشتم دعوا می‌گرفتم با یه بنده خدایی، نزدیک بود فوش و فوشکاری بشه. خب بازار کار رو من فقط بیشتر وارد بشیم تو بخش خصوصی، یعنی صرفا فقط بعد کسی که شیمی میخونه وارد کارخونه آرندی و کیوسی میشه، یعنی هیچ کار دیگه نداره، هیچ جای دیگه نمیتونه وارد بشه؟ نه نمیشه بگید کار دیگه ای نداره، چون اصلا میتونه خودش تولید کننده باشه، میتونه خودش وارد مثلا کسب و کار خودش رو داشته باشه، میتونه بیاد اصلا یه چیز جدید، یه فناوری جدید داشته باشه. خیلی آخه گستر اصلا میگم، چون علاقه زیادی دارم به این که تحقیقات بکنن و ممکن اصلا یه چیزی بیان اختراع کنن و از همون اختراعشون کلی درآمد داشته باشن یا مثلا پروژه بگیرن، خیلی چیزا هست. حالا مثلا صرف این که یه جا کارخونه کار کنه، مثلا حالت کار دولتیه که خیلی خانواده ها مثلا میگن که داشته باشید و اینا، بیشتر واسه اونه، وگرنه درآمدشون بیشتر از کار جانبیه که انجام میده. من یکی از اساتیدمون یادمه کیت تشخیصی تولید کرده بود، الان فکر کنم بلژیک باشه، فکر کنم این بخش هم شما خیلی میتونید وارد بشید، حالا نمیدونم تو علوم سیستم میتونید وارد بشید یا نه. آره حالا اینو تو گرایشاش میگم که گرایش های شیمی دیگه به چه صورت بگم الان. آره بریم گرایش ارشد دکترا رو هم بگیم ببینیم چیه. بله گرایشاش میتونن وارد شیمی آلی بشن، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، پلیمر، نانوشیمی.
میتونن وارد شیمی دارویی بشن، کسایی که خیلی به داروسازی علاقه داشتن و بالاخره ناکام موندن اومدن شیمی، میتونن برن و یک کنکور توی وزارت بهداشت هست بعد از اینکه گرایششون توی ارشد شیمی دارویی خوندن، کنکور رو بدن و وارد بخش تخصص داروسازی بشن که بیشتر تخصصش توی امر صنعت، نمیتونن مثلا دیگه داروخونه بزنن، ولی چون دیگه وارد بخش بالینی نمیتونن بشن دیگه، بیشتر وارد همون عرصه صنعت میشن و میتونن داروهایی رو بسازن. و خب پولسازترین رشته شیمی، حالا اگه گرایش های دیگه جسارت چیز کنن اینها و اگه بهش بر نخوره، بیشتر شیمی دارویی که، یا مثلا کسی که بیشتر به حوزه پزشکی و اینها علاقه بودن میتونن وارد بیوشیمی بشن که حالا مثلا وزارت علوم و اینا از طریق علوم پایه اونها باز آزمون داره که میتونن اینجوری واردش بشن. توی خارج از ایران میتونن وارد صنایع غذایی بشن، وارد شیمی جنایی بشن و شیمی آرایشی بهداشتی. و اینکه حالا شیمی جنایی هم اگه بخوام توضیح بدم، مثلا که سمشناسیه و چیزای دیگه که حالا مثلا فیلمای جنایی اگه دیده باشید بیشتر مثلا تحقیق میکنن که حالا مثلا یه رنگی اینجا هست، برن تحقیق کنم ببینن منشأش چی بوده، چه روزی این اتفاق افتاده و اینا، اینو بیشتر با بچه های شیمی جناییه که حالا تو ایران گرایشاش نیستش. معمولا این افراد یه اسپکترومتر هم همجوری خوشگل کنارشون هست، سه سوت نمونه میدن، تایم میگیر، اصلا یه چیز عالیه. بعد یه وارد بحث جنایی هم باید بشم دیگه، یه فصل باید بذارم ببینم اینا کیان که میرن اونجا، اون چه رشته های خیلی قشنگه. آره واسه دکترا چی؟ دکترام ادامه همینا یا نه کم میشه تعداد گرایشا؟ دکترام همینه. کلا شیمی اینطوریه که شما اولش که واردش میشید انگار چه میدونم انگار اول دبیرستانتونه و همون نادار یه مرور میکنید، بعد تازه از سال سوم به بعد وارد خود شیمی میشید، ببینید اصلا زیرشاخه‌هاش چیه. بعد که کارشناستون تموم شد فقط با زیرشاخه‌ها آشنا میشید، بعد حالا ادامه میدید، فوق میخونید، دکترا میخونید، میفهمید که حالا اون زیرشاخه‌ها چی بودن و اینا، یکم تخصص پیدا میکنید، بعد تازه میرید وارد بازار کار میشید. یعنی اینطوری که بالاخره باید صبر داشته باشید و اینها. و بچه‌هایی که حالا دکترا هستن و بالاخره میخونن دیگه واقعا خوره شیمی بودن دیگه، چون اگه علاقه نداشته باشن اصلا نمیتونن ادامه بدن. یعنی اینقدر درس اصلا سخت میشه که هر کسی نمیتونه اصلا متوجهشون بشه. خب میگم بیشتر بحث بازار کارش میره یک اون آرندی که گفتیم، دو همون بحث اختراعات که گفتید خیلی هلو. چون من آمار دارم، مثلا استاد شیمی هیئت علمی دانشگاه خودمون هست، داره میلیاردی پول در میاره از اختراعش. آره اینا که زیاده. آره یعنی اصلا میگم علوم پایه یا این ویژگی رو دارن، چون یه چیز خیلی عمقی دستشونه، میتونن را دستشون بازن، خلاقیت و مهارت دیگه شون رو گسترش بدن. حالا اگه مثلا در خارج از ایران باشن با همون تحقیقاتی که انجام میدن میتونن درآمد خوبی داشته باشن، مثلا صرفا در حین اون فرایند کاری که دارن تحقیقاتی که انجام میدن بهشون خب حقوق دریافت میکنن، ولی خب توی ایران تا به اون نتیجه آخر نرسه هیچ درآمدی ندارن، مثلا همین خیلی ناامید میشن، مثلا میگن کار نیست و اینها، بیشتر به خاطر همینه. خصوصیات اخلاقی خودش رو میتره به رشته علوم پایه. حالا اینم من اینجوری گفتم که بپرسم چه خصوصیاتی میتره به رشته شیمی محض از فرد، فرد بچه ویژگی داشته باشه چه تو محیط آکادمیک چه تو محیط کاری؟ بله خب این که اول از همه اون علاقه که به این که کنترل باشن و مثلا ساعت‌ها مثلا بشینن پای اون آزمایشی که دارن انجام میدن و خسته نشن، ممکنه هزار بار اون آزمایش خراب بشه و بعد دوباره از اول شروع کنن، و خب انقدر باید علاقه داشته باشن به اون کار، به اون نتیجه آزمایش، به اینکه کار خوب در بیاد، و انقدر باید بالاخره تمرکز داشته باشن که خطا نداشته باشن تو آزمایشون، خطاشون رو به تقریبا صفر می‌رسونن، مثلا نمیشه صفر باشه ولی خب سعی کنن کمش کنن، و خیلی حوصله زیادی می‌خواد و اینکه اینها کلن کنجکاو بودن خیلی توش مهمه. خونه دل باید بخورن دوستان. من اینجوری بگم، من یادمه ما بچه ارشدی که گفتم آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدمون یه فریزر داشت برای من دمای منفی 80 درجه و این نمونه استمسلشون اونجا بود. فکر کنید 6 ماه زمان گذاشته بودن این استمسلا
به قول من خون دلر خورده بودم، بچه گوساله بله. تازه داشت گاف میشد، لازم اصلا برمش تست انجام بدن. یه روز برق میره، برق اضطراری که برمیگرده فریزر به دمای منفی 80 نمیرسه، روی منفی واو. 70 میمونه. بعد میبرن درست میکنن، همینجوری میمونه فریزر، یعنی دیگه به منفی 80 نمیرسه، فقط منفی 70 نگه میداره. نمونه هاشون سوخت میشه. 6 ماه همینجوری ارشد ملت کش پیدا کرد سر همین. آره دیگه، اصلا معلوم نیست کی تموم میشه. یعنی اصلا بچه هایی که شیمی دارن میخوان بپرسید کی درستون تموم میشه از رشته های کلا علوم پایه، چون بالاخره پروژهشون رو تحویل بدن و هر اتفاقی ممکنه سنوات بیفته. میخوره پای پرونده دیگه، یاد نداره. حالا اینجوری، من چون شما تازه کارید، من اینو پیشنهادات و انتقادات رو اینجوری مطرح کنم که نصیحت هایی که اساتید بهتون میکنن برای اینکه بهتر بتونید از این رشته استفاده بکنید چیه؟ اولا که میگن درس بخونید و اینکه خب اصلا حواستون باشه اگه میخواید اپلای کنید از همین الان نمره هاتون رو درست کنید و اصلا به این فکر نکنید که پاس کنم بره، نه اصلا اونجوری باشه میافتید. بعد مثلا برای 20 بخونید که بتونید پاس کنه بره. بعد اینکه یکی اینکه منابع مختلف رو بخونید و دیگه اینکه ارتباط موثر با اساتید بگیریم. یعنی اینکه شما اگه توی یه حالا کلا هر رشته ای باشید صرفا درس بخونید توی دانشگاه، در واقع از محیط اون دانشگاه هیچ استفاده نکردید، چون اینو همه جای دیگه میتونید درس رو همینجوری بخونید، خودتون هم میتونید بشینید بخونید. ولی خب اون ارتباط برقرار کردن با استاد، اون کانکشنی که ایجاد میشه، خب قطعا خیلی براتون مفیده توی هر زمینه ای. البته من اینو بگم، 20 تو دانشگاه برای 2 نفره، یک خدا، 2 جناب محمد جواد محمدی ترم بالای بنده. من اینو عمدن دارم اینو کلیپش میکنم، چون یکی از عجایب تاریخ بشریت و ما هم یه همچین همه آدمی رو داریم. چجوری خدای چجوری میشه که یه نفر توی فقط هم یه امکان نفر پذیر بیشترم نیست. نیست آره فقط اون 20 میگیره. من اساتید ما که کلا میگن 20 برای خدا، ولی خب به یه نفر هم هست که همینجوری 20 رو میدن. من اینا ولی خب قول من دیگه میدم، زحمت هم میکشن دیگه. آره نه بچه بنده خدا فقط درس زحمت میکشم. بله زحمت شد کار میکنم، ولی من اینو دارم اینجا میگم، اگر این بشر پایان نامش رو 20 نگیره، من اساتید گروهمون رو به رگبار میبندم. این اونجا دیگه نامردیه 20 نشه. من تهدیداتم رو میکنم، امیدوارم که حائز اهمیت باشه. خب من دیگه سوالاتم تموم شد و خیلی صحبت کوتاه و مفیدی داشتیم، چون میگم رشته های علوم پایه خاصن، انصافا آدمایی که میرن توش خاصن، رشته دوستش خیلی خاصه و دوست به نظر ما بقیه یکم عجیبه، ما خواستیم. خیلی ممنونم لطف و آره این سوالات خیلی نمی گنجه توی رشته علوم پایه مخصوصا، چون میگم مثلا اون نوع رشته فلسفه رشته ها فرق داره. و حالا من ببینم میتونم برای اپیزود بعدی این اصلاح کنم یا همین فرمون پیش بریم و بعدا برگردم به رشته علوم پایه و یه اپیزود خاص داشته باشیم برای هر کدوم از رشته هاشون. حالا ایشالله اون موقع مزاحم خودتون میشم من دوباره. خب حالا در حد یه دقیقه و نیم اگر صحبتی فکر کنید نیاز دوباره تاکید بکنید به بچه ها، یا نصیحتی دارید، پیشنهادی دارید برای تازه وارد. نصیحت که شد رگ ایرانی زد داد تیریبون درست داشت. بیشتر به خاطر این که من خودم توی انتخاب رشتم، چون مثلا خیلی سخت بود برا، مثلا دوست داشتم که کمک کنم بچه ها. اولا که خب شما میخواید انتخاب رشته بکنید، قطعا حالا جو جابه کلن، حالا تفکر خودتون اینه که حالا توی رشته تجربی تا رشته تاپ فقط همونا رو برید. ولی حالا اینکه دو تا چیز رو خیلی توجه بکنن بچه ها برای انتخاب رشته، اول از همه علاقه شون و دوم اینکه چی از زندگی میخوان. چی از زندگی میخوان؟ یعنی مثلا میخوان کار کنن، میخوان مهاجرت کنن، یا اصلا کلن براشون اهمیتی نداره این دوتا، میخوان با جهان هستی آشنا بشن. چون بالاخره هر کسی یه نوع شخصیتی داره و خب اول از همه باید خودشون رو بشناسن و علایقشون رو، بعد تصمیم انتخاب رشته بگیرن و اصلا به دهن این اونم نگاه نکنن موقع انتخاب رشته. خب خیلی ممنونم خانم رشوند بود دیگه. خب این دفعه درست بود. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید. خیلی متشکرم.
حالا من مزاحمتون میشم موقع ادیت ویدیو برای حالا یه سری موارد دیگه، اگه دوست داشتید در اختیار بذارید. و حالا دیگه تا اون موقع فعلا خداحافظ. فعلا خدا نگهدار.